اعتراض دانشجویان در شهر کرد، آبیک قزوین و خرم‌آباد. اعتراض‌های مردمی در تبریز، نهاوند، مبارکه، نجف‌آباد و اصفهان. تجمع‌های اعتراضی کارگران در اندیمشک، دشتستان، شهر کرد و خرمشهر. گرد همایی کارگران سنندج و فراخوان به آزادی کارگران زندانی. اعتراض کشاورزان در مریوان و دیواندره در استان کردستان. دانشجویان دانشگاه آزاد شهر کرد روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه جاری در اعتراض به فاسد بودن قضای سلف سرویس که موجب مرگ دو دانشجوی این دانشگاه شد، تجمع و خشم خود را از کارگزاران رژیم آخوندی ابراز کردند. این دو دانشجو فرید ریاهی و مشتبه صالحی نام داشتند و هر دو اهل اصفهان بودند. دانشجویان دانشگاه‌های قیاس‌الدین جمشید کاشانی و بصیر واقع در آبیک قزوین صبح روز دوشنبه 22 اردیبهشت در اعتراض به کمبود سرویس‌های عیاب و ذهاب و گران شدن کرایه‌ها تجمع کردند. جمعی از دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد واحد کمالوند در خرم‌آباد روز پنجشنبه 25 اردیبهشت در اعتراض به عزل و نصب‌های صورت گرفته در دانشگاه، اعتصاب و از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. کارگران خشمگین راه آهن اندیمش ساعت 24 یکشنبه شب در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود به خانه رئیس اداره راه آهن اندیمش حمله کرده و نگهبان این خانه را که با آنها درگیر شده بود مضروب ساختند. تعدادی از کارگران سنندج روز جمعه 26 اردیبهشت با برگزاری مراسمی ضمن همدردی با فاجعه معدن سومار در ترکیه، دستگیری و بازداشت جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی را به شدت محکوم و خواستار آزادی فوری آنها شدند. این دو زندانی برای تأمین مطالبات حق طلبانه کارگران تلاش می‌کردند. کارگران قراردادی شرکت مخابرات در شهر کرد با تجمع در مقابل دفتر سعید زمانیان عضو مجلس ارتجاع از این شهر به پرداخت نشدن حقوق خود اعتراض کردند. کارگران شرکت صابونسازی خرمشهر روز شنبه 27 اردیبهشت در مقابل این شرکت تجمع و به تعطیلی شرکت و پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. اعتراض نزدیک به 500 تن از کارگران کارخانه سیمان دشتستان در بوشهر که از روز 15 اردیبهشت شروع شده همچنان ادامه دارد. این کارگران به تغییر عنوان شغلی در قراردادهای کار که باعث محرومیت از مزایای قانونی شده و همچنین پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده اعتراض کردند. صدها تن از کشاورزان و روستاییان شهرستان دیواندره در استان کردستان روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اعتراض به نداشتن آب کشاورزی در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. جمعی از مالباختگان در تبریز روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اعتراض به اخاذی عوامل رژیم در مؤسسه موسوم به شفای مهر در مقابل این مؤسسه تجمع کردند. مردم شهر نهاوند در اعتراض به بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. صدها تن از خودروداران در مبارکه اصفهان روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اعتراض به صادر نشدن کارت‌های مالکیت خودروهای خود در مقابل شرکت ایران خودرو در مبارکه تجمع کردند. گفته می‌شود این اقدام غارتگرانه در پی همکاری نیروی انتظامی و شرکت ایران خودرو صورت گرفته برای اینکه 1 تا 3 میلیون تومان از صاحبان خودروها اخاذی کنند. والدین دانش آموزان دبستانی در نجف آباد اصفهان روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در این شهر تجمع کردند و به جاسوسی مزدوران بسیجی از دانش آموزان اعتراض کردند. بر اساس اخباری که روی اینترنت منتشر شده، مردم شهر بابل خشم خود را از قصف عادل سومارایی، یکی از جوانان این شهر، با شلیک گلوله مأموران جنایتکار نیروی انتظامی ابراز کردند.
جوانان بابل بنرها و عکس‌هایی از این جوان در سطح شهر نصب کردند که روی آن نوشته شده عادل جان راحت ادامه دارد. زندانیان زندان دسفول در منطقه مدرس روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اعتراض به ممانعت دشخیمان از آزادی زندانیان تجمع کردند. دشخیمان در واکنش به این اعتراض زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.